سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند. جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال بعد از این که ما رو خلق می‌فرماین دیگه کاری ندارن جز اینکه ما رو هدایت کنن. اگر کار دیگری بخوان خداوند متعال برای ما انجام بدن مثل پاداش و رسیدگی تمام و کمال به بندگانشون، معمولا اون دنیاست. تو این دنیا همه روابط پروردگار با بندگانشون رو میشه خلاصه کرد در همون موضوع هدایت. بنده اصرار دارم که شبهای اول بحث هدایت ما یه مقدار خود این کلمه هدایت برامون دلنشین بشه، باهاش یه رابطه قشنگ برقرار کنیم. ما با همین کلمات زندگی میکنیم، ما احساساتمون رو در ظرف کلمات ابراز میکنیم. از روح کلمات هست که دریافت‌های عمیقی پیدا می‌کنیم. مفهوم عشق و محبت رو شما ببینید چه مفهوم مورد احترامیه، توجه رو جلب می‌کنه، زنده می‌کنه، نشاط میده به انسان. حالا چه جای خوب استفاده بشه، چه جای بد استفاده بشه، بالاخره مفهوم احساس برانگیزیه و بسیاری از مفاهیم دیگه. بعضی از مفاهیم فوق العاده زیبا و دلنشین هستن، به ویژه مفاهیمی که خداوند متعال در قرآن کریم در حساس ترین لحظه ها استفاده می کنن. یکی از اون مفاهیم بی تردید مفهوم هدایت هست. ما تا این سلسله مفاهیم دینی برامون دلنشین نشه نمیتونیم ارتباط با قرآن کریم، با کلام خدا برقرار بکنیم. وقتی که ما متوجه نمیشیم معناش چیه، به یه پسر بچه‌ای 3-4 ساله، 2-3 ساله، یه دختر بچه کوچولوی نازنینی رو نشون بدن، بگن ما ایشونو نشون کردیم انشالله خانوم شما بشه ها، هیچ احساسی پیدا نمیکنه، هیچ شعوری نسبت به این حرفو نداره. یعنی چی این خانم من بشه؟ این کیه مثلا آوردید جلوی من؟ چرا لبخند میزنید موقع این حرفا؟ بله، بعد از 20 سال که این پسر بزرگ شد، سر و گوشش که جنبید حسابی، بعد میگه یه دختر خانمی بود شما به من نشون میدادید، یه چیزی میگفتید، اصلا یه حرفشو نمیزنید. یاد اون کلمات بسیار هیجان انگیز و سرشار از مثلا چی میفته. ماها الان با کلمات و مفاهیم قرآن که برخورد میکنیم، این همون بچه 2-3 ساله هستیم که هیچی نمیفهمیم ازش. باید این فاصله رو کم بکنیم. اگر یک ماه رمضان بتونیم یک کلمه رو برای خودمون جا بندازیم، بار روانی قشنگش رو دریافت بکنیم، که تو مناجات هامون با خدا سر اون کلمه حرف بزنیم. اجازه بدید من برای زیبا سازی کلمه هدایتی که بسیار زیبا هست، در ذهنای ما زیبا و دلنشین بشه، بخشی از آیات سوره مبارکه شعرا رو براتون بخونم. ببینید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از کلمه هدایت کجا استفاده کرده.
شبهای قبل در این باره صحبت کردیم. علامه طباطبایی صریحا می‌فرمایند هدایت یعنی راهنمایی، اما نه راهنمایی به صورت عادی، راهنمایی توأم با لطف و مهربانی. در مفردات راغب هم هدایت در قرآن رو اینجوری ترجمه میکنن، لذا هدایت درش یک لطف وجود داره، درش یک مهربانی خاص وجود داره. انشاءالله خواهیم دید که هدایت درش احترام به انسانها وجود داره. ببینید، بشین، بفرما و یه کلمه دیگه همش یعنی بشین، ولی بفرمایید چقدر حرمت درش هست. بشید با بشین با بفرمایید چقدر فرق میکنه. حالا من کلمه سومشو نمیگم. تربیت با هدایت هم اینقدر فرق میکنه. حالا البته بر اساس لغتی که قدیم استفاده میشد، به همین دلیل هدایت فوق العاده محترمانه تره. هدایت یعنی خدای بزرگوار داره تعارف میکنه، به فرما میزنه به شما با همه عظمت و با همه لطف و با همه مهربانیش. گاهی از اوقات ما میگیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم، رفقا، یعنی با هدایت خدا ارتباط برقرار کنیم. میگیم خدا دست ما رو بگیر، یعنی خدا با هدایتت با ما برخورد کن. من حرفای شبهای قبل رو نمیخوام تکرار بکنم. اولین دعا در قرآن که واجبه روزی چند بار این دعا رو بخونیم در سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت میکن. حیف ندونیم هدایت یعنی چی. هدایت یعنی این که انقدر با رعایت و با ظرافت یه مطلبی رو به بندش بفرماید خداوند متعال، که اگر بندش متوجه نشد و حتی در راه این متوجه نشدن ابا عبدالله الحسین رو قطعه کرد که عزیز دل خداست، خدا میفرماید حسینم تو صبر کن، بذار من این سازوکار هدایتم سر جای خودش باشه، جهنمو نشون نمیدم، من جهنمو نشون بدم، کسی تو رو نمیکشه. با اشاره حرف میزنم با مردم. هدایت یعنی فوری تنبیه نمی کنه. هدایت یعنی فوری تشویق نمی کنه. هدایت یعنی همه چیو نشون نمیده. هدایت یعنی با عقل ما کار میکنه، رو عقل ما حساب میکنه. هدایت یعنی هول نمیده انسان رو. هدایت یعنی هول نمی کنه انسان رو. هدایت یعنی تبلیغات سحر کننده نداره تو رو مست بکنه، وادار کنه به یه کاری، مثل تبلیغاتی که دون شأن انسانه. هدایت یعنی این که همش حرفای شیرین نمیزنه جذب بشی، حرفای پر از دافعه هم خدا تو قرآن داره، دفع میشی، فرار میکنی. میفرماد بذار اگر انتخاب کرد ارزش پیدا کنه انتخابش، یه ذره خدای از هدایت کوتاه بیاد، جهنمو نشون بده، بهشتو نشون بده، شلوغش کن، بذار درست بشن همه. کوتاه نمیاد، کوتاه نیای، خدایا حسین تو تکه تکه میکنم. دیدی ضرب المثل میفرماد که میگویند سرمو بشکن نرخ منو نشکن. نرخشو خدا روز عاشورا هم نشکست، یعنی نرخ هدایت رو. شما تو هدایت عظمت خدا رو، لطف خدا رو میتونید ببینید. اون هدایتی که کمر آدم رو خم میکنه، آدم رو واداره به تواضع میکنه، به رکوع و سجود میکشونه. اون هدایت و سازوکار هدایتی که علت مظلومیت همه اولیاء خداست. من اینجوری هدایت میکنم، من اینجوری راهنمایی میکنم. انقدر با مراعات، انقدر با رعایت کرامت انسان. اینا همش ذیل کلمه هدایته. کلمه دیگه ای حکایت از این همه زیبایی نمی کنه. همه اینها داخل معنای هدایته، لوازم هدایته، عوارض ذاتی هدایته. در ماه مبارک رمضان دعا
دعای ابو حمزه صومالی دعای فوق العاده ای. امام سجاد علیه السلام اساساً مأموریت داشتن بشریت رو، مؤمنین رو با دعا آشنا بکنن به تفصیل، به تعبیر امروزی ها فینال ادعیه امام سجاد علیه السلام همین دعای ابو حمزه صومالی. اولین جمله دعای ابو حمزه صومالی خیلی زیباست، کلمه هدایت رو تصریح نکردم اما همه نالشون سر هدایته. الهی لا تعدبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فیلتک، دو چیز رو نفی میکنن، خود به خود یه چیز اثبات میشه و اون هدایته. خدایا منو با چوب ادبم نکن و منو ول نکن که نه چوبم بزنی نه کاری داشته باشی برم گمراه بشم. پس چیکار کنم؟ این دوتا کار رو که نکنم پس چیکارت کنم؟ یعنی اهدنی، منو هدایتم کن. هدایت نه با چوب زدن نه ول کردن، آرام. نمیدونم چی بگه آدم. کاش تو این فیلم ها میتونستن نشون بدن به ما یه خانواده ای بچه خودشون رو هدایت میکنن، این پدر و مادر از سازوکار هدایت خبر دارن، بعد به همون شیوهی که خدا بنده هاشو هدایت میکنه، اولیاء خدا بنده های خدا رو هدایت میکنن، به همون شیوه بچه تربیت کردن. آه این بچه بزرگوار میشه، کریم میشه، کریم و نفس میشه. نبش زور گفتن نولش کردن، همش با اشاره لطیف در بهترین لحظه ها که میتونسته پیامو بگیره، به بهترین نقطه ها او رو سوق دادن. اصلا شما دیدید یه همچین رفتاری رو؟ خواهش میکنم از کلمه تربیت اینجا استفاده نکنید، کلمه تربیت اصلا ظرفیت این همه حرف رو نداره. از همین کلمه هدایت استفاده کنید. هدایت سرشار از احترام، عاطفه. هدایت سرشار از اشاره. هدایت سرشار از بلند همتی. هی سرتو میگیره آروم، نقطه های بسیار بلند رو نشون میده. هدایت فوق العاده است و همه کائنات، این که شنیدی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که تو را هدایت بکنن. این باید اینجوری میشد یا معناش اینه؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در خدمت هدایتن. تمام مقدرات بشر، قدر فهدا، تمام مقدرات بشر در خدمت هدایته. خلق، خدا خلق میکنه بعد هدایت میکنه. آیه قرآن رو خوندیم در این باره شبهای قبل. ما هنوز وارد بحث هدایت نشدیم، تو مقدمه ایم، ولی خب حالا این عادت بنده است که یه کلمه ای رو قریب میبینم دوست دارم قربتش اول برطرف بشه، با این کلمه بتونیم عشق بازی کنیم. اگه خطاط بودیم بهترین کلمه ای که مینویسیم یکی از اون کلمات حتما هدایت باشه. مستحب به نام مینویس انسان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه، بعد میفرماد بهترین خط خودتو اختصاص بده به بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ماها خطاط بودیم باید میرفتیم این چند شبه بعد از گفت و شنود درباره هدایت زیباترین نستعلیق ها یا نسخ ها رو در کلمه هدایت مینوشتیم و برای خودمون قاب میکردیم، تمنای خودمون قرار میدادیم. خب در سوره شعرا خداوند متعال می‌فرماید واتل علیهم نبأ ابراهیم، بخوان برای آنان خبر ابراهیم رو، تلاوت کن بهشون بگو، قصه حضرت ابراهیم رو بهشون بگو. حالا داستان حضرت ابراهیم چیه؟ اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، به اون کسی که در مقام پدر ایشون بود و قوم خودش در واقع، گفت شما چی میپرستید آخه؟ آیا این
بت‌هایی که میپرستید میشنوند صدای شما رو؟ آیا به درد شما میتونن برسن؟ آیا اینها جانی دارن؟ قدرتی دارن؟ عاطفه‌ای دارن؟ اونا گفتن نه، بالاخره باباهامون اینجوری بودن، ما هم همینجوری دنبالشون هستیم. انصافاً این آیات قرآن در کل قرآن کریم در این سیاق استثنائیه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بت‌های اونا رو نفی میکنه، خدای خودشو داره تعریف میکنه. قطعاً شما تمام قرآن کریم رو ببینید بر این سیاق آیات نمیبینید. همه آیات قرآن زیباست، هر گلی یه بویی داره، هر زیبایی در هر یک از آیات قرآن یه حسنی دارن. این زیبایی منحصر به فرده. من برای شما میخونم، خود شما قضاوت خواهید فرمود. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اینها دشمنان ما هستن، دشمن من هستن. دوست ما فقط خدای متعال، رب العالمین رو شما بهش توجه کنید. بعد خدا رو معرفی می‌فرماید. در معرفی خداوند متعال کلمه هدایت ببینید کجا قرار می‌گیره. الذی خلقنی فهو یهدینه. آن کسی که مرا خلق کرده است پس همو مرا هدایت می‌کند. بعد از خلقت دوباره، این چندمین بار داریم می‌بینیم در قرآن کریم هدایت میاد. بقیه آیات همه توصیفاتی هستن از الطاف پروردگار عالم در مراتب بعد از هدایت. والذی هو یطعمنی و یسقینه. آن کسی که به من غذا میده، طعام میده و آب به من میده، می نوشاند آب گوارا برای به من. و اذا مرضت و هو فهو یشفینه. وقتی مریض میشم من رو شفا میده. والذی یمیتنی ثم یحیینه. و کسی که من رو می میراند و می برد از این دنیا سپس زنده می کند. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. آن کسی که من طمع دارم من رو ببخشه روز قیامت. خیلی زیباست این کسره‌ای که به اون نون آخر این آیات داده میشه در زبان عربی، که لطف بسیار فراوانی داره. همش هم فردیه. خدا رو حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام میچسبونه به قلب خودش، دوستش داره، داره از محبت خدا به خودش حرف میزنه، داره خدا رو تبلیغ میکنه. ببینید رفقا، خدا رو اینجوری تبلیغ میکنم. یه بار پشت سر همین آیات رو بخونم، ترجمهش رو حدس میزنید. اون نه آخر یعنی منو، نون آخر که کسره داره یعنی داره اشاره میکنه به خودش. الذی خلقنی فهو یهدینه والذی هو یطعمنی و یسقینه و اذا مرضت فهو یشفینه والذی یمیتنی ثم یحیینه والذی اطمع ان یغفر لی یوم خطیئتی یوم الدین. خیلی به زیبایی توصیف میکنند. در صدر این توصیفات هدایت. خلقنی فهو یهدینه. اون منو هدایتم میکنه. در یک آیه از آیات کریمه قرآن، نمیدونم امشب ما میتونیم از تلاش برای دیدن زیبایی های مفهوم هدایت عبور کنیم به قسمت های بعدی برسیم تو بحثمون یا نه. فعلا میخوایم این زیبایی رو ببینیم. خدا انشالله هدایتمون بکنه به دیدن زیبایی کلمه هدایت موفق بشیم. بعد انشالله میریم سازوکار این هدایت رو دقیق ببینیم و بعد ببینیم خدا ما رو به چیا هدایت میکنه. ترتیبش هم شاید بتونیم تشخیص بدیم. انشالله بتونیم در اثر این بحث هر لحظه خدا را
در حال هدایت ما به یک امر ببینیم، مشاهده کنیم، چارچوب دستمون بیاد. الان بگیم پیش خودمون تو هر صحنه ای واقع شدیم، الان داره خدا ما رو هدایت میکنه به فلان موضوع، الان ما رو داره هدایت میکنه به فلان موضوع. میبینید شما که 24 ساعته خدا کاری نداره جز هدایت شما، اصلا کار دیگه ای نداره، خدا شغلی نداره، مشغول بندگان خودشه، اونا داره هدایت میکنه. در یک سوره از قرآن به نام سوره لیل، یک آیه بسیار کوتاه ولی اینقدر دلنشین در قرآن هست که باز واقعا نظیر این آیه، نظیر عبارتی که در این آیه کریمه هست تو 6000 خورده آیات قرآن به دلایل بسیار روشنی شما پیدا نمی کنید. دلیلش چیه که شبیه این آیه شما به این سادگی پیدا نمی کنید؟ باید مفصل ازش بحث کرد، الان خارج میشیم از موضوع. میفرماید ان علینا للهدى، بر ما واجب هدایت کنیم، ما بر عهده خودمون میدونیم هدایت کردن رو. و چقدر بنده زیرک خدا میتونه از این کلام خدا حسن استفاده رو به عمل بیاره، حسن سوء استفاده رو به عمل بیاره. خدایا تو گفتی من به عهده میگیرم هدایت بندم رو، به عهده منه، پس منو هدایت کن. اهدنا الصراط المستقیم، علینا، بر عهده ماست. خدا به این سادگی زیر بار کاری نمیره. شهدا تیکه تیکه میشن در راه خدا، خدا میفرماید که بله حالا ما اینا رو میبریم بهشت، به همین تعبیر سندخلهم الجنه، ما اینها رو فرماید الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، کسانی که کشته میشوند در راه خدا، خدا عمل آنان را تباه نمی کند، اینها را وارد بهشت می کند. عبارت از این جلوتر نمیره دیگه، نهایت لطف خداست که بله ما اینها رو و اصلح بالهم، کارشون رو درست میکنیم. ببینید عبارت ها کاملا گویا هستن، مثلا نمیخوام توضیح بدم یه عبارت یعنی چی. خدا در مقام الوهیت در اوج عظمت قرار داره، بعد به هدایت که میرسه به عهده ماست، به عهده ماست که باید هدایت بکنیم. در روایات خیلی به ما توصیه شده که هدایت رو از خدا تمنا بکنید. دیشب هم بخشی از این ادعیه رو برای شما خوندم و برخی از آیات قرآن رو دیگه تکرار نمی کنم، اما جبرئیل امین از خداوند متعال نقل می فرمایند در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام: یا عبادی کلکم ضالون الا من هدیته، همه شما گمراهید مگر کسی که من او رو هدایت کنم. فسالون الهدا اهدکم، از من تقاضا بکنید، تمنا بکنید هدایت رو تا من شما رو هدایت بکنم. و بسیاری از عبارتهای دیگه در این باره که تأکید شده که چگونه از خدا هدایت بخواید، از خدا هدایت بخواید و بعد از خدا تقاضا کنید هدایتشو ادامه بده. اللهم اعطنی الهدى و ثبتنی علیه، و دیگه دست از هدایت من بر ندار و من رو در مسیر هدایت خودت نگه دار. این دعایی است که پیامبر گرامی اسلام یاد میدن به یکی از اصحابشون. ولی بحث ما کم کم باید برسه به این موضوع برسه که پیامبر گرامی اسلام میفرماید سل الله الهدى، از خدا مسئلت کنید هدایت رو، و سل الله مع الهدى هدایت الطریق،
هم از خدا هدایت رو طلب کنید، هم از خدا راه نشون دادن رو. خدا راهش هم به ما بگو، این تکنیک ها و تاکتیک هاش هم به ما بگو. انگار طریق جزئیاتی از همون کلی هدایت هست. خیلی روشن حرکت کنیم بریم جلو، هم از خدا هدایت بخواید به طور کلی، هم از خدا جزئیات هدایت رو طلب بکنید. خداوند متعال انسانها رو آفریده. عزیزترین بخش وجود انسان که خداوند متعال آفریده به یک تعبیر قلب انسانه. تمام وجود انسان همون تمایلات انسانه و خداوند متعال به تمایلات خوب انسانها عجیب و غریب عنایت داره. خواهش میکنم دوستان خودشون یکی مقدار توی این زمینه تحویل بگیرن. من اول اینو یه توضیح عرض بکنم. خدا نکنه، خدا نکنه شما یه لحظه دلت یه چیز خوب بخواد، اگه دیدی کل زندگی تحت تأثیر اون یه لحظه قرار گرفت اصلا تعجب نکن. بارها من عرض کردم یکی از فلسفه های این جلسات چیه؟ یکی از فلسفه های این محافل معنوی که فرمود ارتعو فی ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت به بهره برداری بپردازید. یکی از مهمترین و شاید مهمترین و فقط این است که مهمترین اثر هست برای این جلسات این است. آدم تو این جلسات توی فضای قرار میگیره، یه لحظه یه دفعه دلش عمیقاً پر میکشه برای یک آرزوی خوب، یه لحظه دلش میترسه از یک وضعیت بد در دوزخ، در عاقبت خیر نشودن، در هر موقعیت دیگری، یک لحظه. این لحظه ها به صورت ژنتیک به نسل های بعدی ما منتقل میشه. هزاران ساعت گناه با یک لحظه ندیده گرفته میشه. علامه مجلسی توفیقی داشتن در جمع آوری روایات و کارهای سنگینی که در خدمت روایات انجام دادن. بهارالانوار علامه مجلسی صد و خورده جلد یکی از کارهای ایشونه که الان با کامپیوتر آدم ها میخوان این کارو بکنن، با اون زحمات واقعا طاقت فرساست. پرسیدن از یک عارفی که علامه مجلسی چی شد این همه توفیق پیدا کرد، شما که چشم باطن دارید بگید. چون یه لحظه نگاه کرد، نمیدونم اونا کجا رو نگاه میکنن که این چیزها رو میفهمن، یه لبخندی زد، گفت این مال دعای سحرگاهان پدر علامه مجلسی. یک شب داشت دعا میکرد تو قنوت نماز شب، علامه مجلسی تو گهواره بود، صدای گریهش بلند شد، یاد بچهش افتاد، گفت خدایا بچه ما صرف تو باشد، خدمت قبول شد. دلش خواست، خدا هم دل اینو خواست، یه لحظه. خدا شایده من میبینم بعضی ها چه زجرهایی میکشن در مسیر تقرب که داد میزنن میگن خدایا من نمیخوام اینقدر زجر بکشم برای اینکه به تو برسم، آخه چقدر بسمه. میگم ببین تو یه لحظه نورانی داشتی، کجا میرفتی میومدی؟ جلسه خوبی میرفتی؟ کجا میرفتی؟ میگه آره مدتی مثلا جوانی ها میرفتم جلسه آجه های دولابی. گفتم خب خودتو بیچاره کردی دیگه، حرفای خوب خوب میزده آقا، تو هم یه دفعه دلت خواسته. خدا هم فرموده این مال ما، بکشیدش تا به ما برسه. حالا دارن تیکه تیکت میکنن، میگی بابا ما نبودیم، ما کی میخواستیم اینقدر آدم حسابی بشیم، ولمون کن، گوش نمیده دیگه به کسی به حرفت، چند روز صبر کن درست میشه، میبرن تا آخر به خاطر یه لحظه خوب. یه بار دیدم مقام معظم رهبری یواشکی دارن در گوشه کسی میگن، نه اینکه بخوان در گوشی صحبت کنن، آروم نمیدونم چی شده بود پیش آمده بود این کلمه، از سر درد دل میگفتن یا
می‌فرمودن که مگه میشه ما این همه دعا کنیم اهدنا الصراط المستقیم خدا نگاه نکنه؟ یه جوری عمیق این جمله رو گفتن من احساس کردم تمام اهدنا الصراط المستقیم های نمازشون ایشون عمیق میگن. حالا کسی با دل اینو بگه، بعد فرمودن که اگه خدا توجهی نکنه به این دلیله که ما بی توجه میگیم، دعای بی توجه اثر نداره. چرا دوستان من اصرار دارم بیاد زیبایی اهدنا رو درک بکنیم؟ به خاطر اینکه دعامون مستجاب بشه. شما فهمیدی چی گفتی؟ واقعا دلت خواست عمیقا یه هم چیزی رو؟ ببینید جزء همین اهدنا الصراط المستقیم هست که شما به خیمه آقا امام زمان علیه السلام هم راه پیدا بکنید. جزء بشه فرمانهای خاص حضرت هم به گوش شما برسونن. این هم همونه دیگه، در مراتب بالاش هدایتهای خاص رو نصیب کنن. دل شما بخواد یه لحظه از خدا تقاضا میکنه خدا منو هدایتم کن. ببین چی کار میکنه خدا، مثل روز روشن همه تاریکی ها رو برطرف خواهد کرد. آقای بهجت، آقای بهادینی، حضرت امام، عرفا بزرگ، مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیهم، این انسان های خوب که هیچ کدوم اهل بازی نبودن، اهل صوفی بازی نبودن، متشرع بودن، فقیه بودن، فیلسوف بودن، فلسفه رو بلد بودن اما متعبد بودن، فلسفه بازی نمی کردن، عارف بودن به معنای حقیقی کلمه، پای مکتب اهل بیت عرفان بازی نمی کردن. این انسان های بزرگ، خب اینها معلومه، خب چی کار کردن به اینجا رسیدن؟ از خدا صمیمانه تقاضا کردن خدای ما رو هدایتمون کن، و میدونستن هدایت چه لطفیه، چه محبتی از جانب پروردگار عالم. انشالله ثمره بحث ما امشب یک کمی دلنشین تر شدن مفهوم هدایت باشه. توضیحات بیشترش رو انشالله شبهای بعد خواهم داد، ولی بعد از اهدنا الصراط المستقیم خیلی عجیبه و اینو باید شبهای بعد بحث کنیم که چرا این اتفاق افتاده در سوره حمد. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایتمون کن به صراط مستقیم. دوستان من، دعا هرچی با توجه تر و با معرفت تر باشه به مستجاب تره. بلا فاصله ازت میپرسن که تو میدونی صراط مستقیم چیه داری تقاضا میکنی؟ بلا فاصله شما باید جواب بدید صراط الذین انعمت علیهم. کجا شما آشنا شدی با صراط مستقیم؟ من انعمت علیهم رو دیدم بابا عجب گلایی هم، عجب نازنینن، منو به راه اونا هدایت کن. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه به اونها غضب کردی نه گمراه شدن، یا به تعبیری نه گمراهان و نه غضب شدگان، اونا رو دیدم. میگن آقا شما از چه طریقی آشنا شدی با این پدیده‌ای که مثلا دنبالش هستی؟ یه من از طریق تبلیغات، اینترنت، نمیدونم روزنامه، رفیقم گفت. خب شما از کجا آشنا شدی با صراط مستقیم که هدایت به اون سمتو میخوای؟ میگه از طریق انعمت علیهم. شاهراه هدایت دیدن انعمت علیهمه. اونا دست دل ما رو میگیرن، دل ما رو میبرن، بعد میگه خدای منم میخوام. این کوچولوهای نازنین، وای خدای من چقدر اینا با صفا. میبینه دسته بچه بستنی هست با یه مزه، یا با اسباب بازی با یه مزه داره میخواه، میگه بابا منم میخوام. چقدر قسی القلب اون کسی که ابا عبدالله الحسین رو ببینه نگه خدای منم میخوام. امام حسین خودش در اوج بود، یاران شهیدش رو میدید میگفت خدای منم میخوام. امام حسین خیلی کار لطیفیه. خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو آوردن دادن به ابا عبدالله الحسین، بلا فاصله حرفی که زد معناش این بود خدای منم میخوام.
لا خیر فی العیش بعد ها اولا، دیگه خیری تو زندگی بعد از اینها نیست. روزه امام حسین نشستن یعنی تمنای هدایت کردن. خدا دلم میخواد، منم میخواد. گاهی یه لحظه پا میدی، یه لحظه دلت هوس میکنه، دیگه نمیذارن بری. خداوند متعال اون لحظه ملائکه من هر چی گناه بکنی برات میگردونن، هر چی بری برات میگردونن، معمولا اینطوریه. چرا خدا اینقدر طرفدارش؟ اون شب ندیدی تو روزه حسین من برگشت گفت خدای منم دلم میخواد، حرمت اون لحظه نورانی بنده من باید حفظ بشه. من همه عالم رو خلق کردم برای اون لحظه، ندیده بگیرم. یکی از جایی که امام حسین همین حرف رو زد هنگام شهادت علی اکبر ابا عبدالله الحسین بود، علی اکبرش خداحافظی کرد، امام حسین صدا زد دنیا اف بر تو. آدم شهادت شهدا رو ببینه، دست از دنیا ببره، دل از دنیا بشویه، یک اتفاق خیلی طبیعیه. نمیدونم بگم الحمدلله، بگم متاسفانه، چی بگم آخه؟ همه اولیاء ما هم که به شهادت رسیدن، اون از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مظلومانه در اوج قربت فرق شکافته شد، اون از حسنش، اون از حسینش، اون از بانوی دو عالم، دختر حضرت پیغمبر اکرم فاطمه زهرا. آقا اینا ما رو چجوری به هوس میندازن، به هوای هدایت میافکنن؟ اینا چراغهای هدایت هستن، اینها سفینه النجاتن، چراغ هدایتن، مصباح الهدا. چرا به امام حسین گفته میشه مصباح الهدا؟ این چراغ نورانی تر از همه چراغ هاست. آدم رو که میبره کربلا، از اونجا آدم یه دفعه دل از خیلی چیزا میکنه، خود به خود این اتفاق میفته. میخوام بگم شهدای کربلا، الهی فداتون بشم، فدای غبار تربت شما، اما واقعا هیچ کدومتون هنر نکردید، یعنی میخواستید چشمای غریب حسین فاطمه رو تو کربلا تنها بگذارید برید؟ هیچ کدوم هنر نکرد. باور من اینه شهدای کربلا برمیگردن به ما چی میگن؟ میگن آره به خدا قسم، همه ما موقع رفتن شرمنده حسین هم بودیم، دیدیم به دردش که نخوردیم هیچی، آقا رو میخوایم تنها بگذاریم. سندش همون لحظه ای که برادرای ابا عبدالله حسین اومدن با امام حسین خداحافظی بکنن، امام حسین برگشت فرمود دیگه میخواید حسین رو تنها بگذارید؟ شروع کردن گریه کردن. خود امام حسین اول براشون روزه قربت خودش رو خوند، بعد فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب رو میخواید چی کار کنید؟ زار زار شروع کردن برادران حسین گریه کردن، عباس ابن علی هم بینشون. اول گریه کنید برای خواهرتون زینب، بعد بتونید چی کار بکنن آخه؟ بمونن بعد از حسین نفس بکشن؟ شما فکر میکنید ابوالفضل العباس وقتی امام حسین علیه السلام اومد بالای سرش هنوز جانی رمقی در تن داشت؟ نمیدونم چی بگم، بگم بهتر بود کلمات حسین رو نمیشنید؟ یعنی چی؟ اگر جانی در بدن داشته که میشنیده، اگر جانی در بدن نداشته که باز میشنیده. پس دیگه وای بر عباس، وای بر ابوالفضل وقتی این کلمات رو بالای سر خودش بشنوه که با عبدالله الحسین بالای سر ابوالفضلش بفرماید الان انکسر زهری و قلت حیلتی عباس، کمرم شکست. اینجا ابوالفضل شاید میخواست 70 بار زنده بشه و بمیره اما این کلمه رو از حسین نشنوه. حسین عاشقای تو چه جرمی انجام دادن؟ اینجا اینجوریه دیگه، عاشق کشی.
الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. روزخونا این عبارات رو اینجوری ترجمه میکنن: عباس، عباس بیچارم کردی، عباس امیدم و ناامید کرد، عباس با زمین خوردن تو همه چیز تمام شد. امید من به پایان رسید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ستاره های نورانی آسمان هدایت، ائمه هدا علیهم السلام، ما رو هدایت بفرما، ما رو شامل هدایت خاصه خودت قرار بده، هیچگاه نگاه هدایت آمیز خودت رو از سر ما بر ندار. خدایا ما رو به واسطه سید الشهدا هدایت بگرد، ما رو به واسطه اهل بیت اسناد و طهارت، به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها، به واسطه امیرالمومنین، به واسطه اصحاب جلیل القدر پیامبر گرامی اسلام، خدایا هدایت بفرما. خدایا لحظه اول جان دادن ما، لحظه خوشی ما، لحظه ملاقات خودت و اولیاء خودت، لحظه ملاقات پیامبر گرامی اسلام با لبخند رضایت قرار بده. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مفرما. گناهان ما همین شبهای اول ماه مبارک رمضان ببخش و بیامرز. خدایا انس با قرآن خودت به ما توفیق عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.